سلام، نادر سلطانپور هستم با پوشش ویژه بی بی سی فارسی از بحث و مناظره درباره توافق هسته ایران در مجلس سنای آمریکا و آنچه که به یک پیروزی بزرگ برای کاخ سفید و موافقان این توافق منجر شد. ببینیم روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاد. من میدونم که در خیلی از زمین‌ها راحت‌تر خواهد بود اینکه از این توافق حمایت بکنیم، همونطور که اون زمانی که از عراق حمایت کردیم، ولی من اون موقع این راه رو انتخاب نکردم و علیه رأی عراق در مورد جنگ عراق رأی دادم و الان هم میخوام همین کار رو بکنم. من اگه قرار شما این توافق رو تایید بکنید، من اسمم رو روی اون نمیذارم. من از شما میخوام که از این توافق حمایت نکنید. ممنونم. سناتور دموکرات بود رابرت منندز. جلسه در سنا و در مجلس نمایندگان آمریکا ادامه داره. ما برخواهیم گشت و گوش میکنیم به صحبت‌ها و با بی بی سی فارسی باشید موقعی که رأی‌گیری در سنا آغاز میشه. آقای فرهنگ، وارد دقیقه 90 شدیم در کنگره بحث درباره توافق هسته‌ای. در واقع توافق هسته‌ای به مرحله نهایی رسیده. این صحبت‌ها و گفتگوها به جز مواضع تکراری سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان نیست و اهمیت موضوع در این مناظره ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران که سرانجام به فاز اجرایی خواهد رسید نداره، بلکه این موضوع یعنی توافق هسته‌ای به عنوان سوژه‌ای برای رقابت انتخاباتی در آمریکا تبدیل شده و اون چیزی که جمهوری خواهان دارن ازش استفاده میکنن تصویر ایران در افکار عمومی آمریکاست که یک تصویر کاملا منفی است. یکی از واقعا نکات جالب توجه اینه که تمام افراد و عناصری که در کنگره آمریکا از این توافق دفاع میکنن حتما راجع به ایران، دشمنی ایران، بی‌اعتمادی نسبت به ایران، یعنی تأیید تصویر منفی ایران در افکار عمومی آمریکا هم تایید میکنن، ولی همه خوب میدونن که این توافق اگر بخواد به مرحله فاز نرسه فقط میتونه بدیل جنگ داشته باشه و در اینجاست که جمهوری خواهان در تمام این سخنرانی ها تاکید میکنن که ما توافق بهتری میخوایم، نه اینکه بدیل جنگ میخوایم. چرا اینو میگن؟ برای اینکه اگرچه تبلیغات وسیعی که در این یک ماه شده افکار عمومی آمریکا رو در رابطه با این توافق هسته‌ای یه مقدار تغییر داده، یعنی در حدود اوائل امر حدود 55-54% بود، الان به حدود 45% رسیده، ولی در این حال بیش از 75% مردم آمریکا با استفاده از گزینه نظامی مخالفند. بنابراین جمهوری خواهان در ضمن استفاده از تصویر منفی ایران برای ابزار انتخاباتی ازش استفاده میکنند، ولی در ضمن نمیخوان بگن که بدیل ما جنگ، برای اینکه اون به ضرر خودشون در رابطه با بینش مردم تموم میشه. متشکرم از شما منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون با ما. خب برگردیم به سخنرانی در مجلس سنا. در حال حاضر باربرا میکولوفسکی سناتور دموکرات و حامی توافق هسته‌ای از ایالت مریلند صحبت میکنه. فکر میکنم روسیه، چین و کشورهای دیگه از ما حمایت خواهند کرد اگر قرار باشه که ما تحریم ها رو برگردونیم، اما مکانیزم بازگشت تحریم ها هنوز تست نشده، بنابراین من به سمت گزینه های دیگر میخوام برم. آیا این گزینه خوبیه؟ آیا این توافق خوبیه؟ آره، ولی آیا توافق عالیه؟ نه. اما گزینه های دیگر ما چیست؟ گزینه های دیگر ما خیلی محدوده و اونها امکانات خیلی کمی هم داره. دو گزینه ما یا تحریم ها هستند و یا اقدام نظامی. برخی از اونایی که میخوان این توافق رو رد میکنن میگن که ما باید تحریم ها رو برگردونیم و ایران رو به میز مذاکره برگردونیم. اونا من فکر میکنم خیلی روشن باشه که آیا اتحادیه اروپا، روسیه و چین از این قضیه حمایت بکنن، و اگه فکر میکنین که بازگشت تحریم ها کار نمیکنه، همینی هم که میگی تحریم ها رو برگردونیم هم کار نخواهد کرد. و بعد موضوع استفاده از
موضوع نظامی هست. بله همیشه باید روی میز باشه این گزینه، ولی حمله نظامی به ایران باعث خواهد شد که فقط 3 سال برنامه هسته ای ایران به عقب بره و قرار نیست که کل برنامه هسته ای اونها از بین بره. ما باید ببینیم ایران امروز کجاست. ایران توانایی هسته ای داره، اونا دارن به سمت بمب هسته ای میرن. هیچ توافقی کامل نخواهد بود، به خصوص وقتی که دارید با رژیم جمهوری اسلامی مذاکره میکنید، ولی من فکر میکنم این بهترین گزینه ماست برای اینکه ایران رو راهاشو ببندیم به سمت سلاح هسته ای، و به همین دلیل من با رأی خودم از این توافق حمایت میکنم. با پوشش ویژه بی بی سی فارسی هستید، داریم به سخنرانی‌ها در مجلس سنا گوش می‌کنیم. در حال حاضر تام کاتن در حال صحبت است. تام کاتن نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنا که از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای، و اگر هم بیاد داشته باشید حتی نامه‌ای هم به رهبر ایران نوشته بود در اینکه این توافق ارزش کاغذی که روی خودش که روی اون نوشته شده نداره، و بعد از اوباما این توافق در واقع لغو خواهد شد. تاریخیه. این در مورد مسئولیت ماست در زمین، در تاریخ خواهد دیده خواهد شد. بچه های ما و همینطور نوه های ما به ما نگاه خواهند کرد که ما به این رأی‌گیری چطور به این توافق رأی خواهیم داد. در ایران آیت الله ها نمیگن مرگ بر دموکرات ها، مرگ بر جمهوری خواه، اونا میگن مرگ بر آمریکا. همین هفته ایران دوباره گفت که آمریکا شیطان بزرگه. بنابراین این توافق در مورد یک شیطانی است که ما داریم بهش قدرت میدیم، که و تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد. ایران ممکنه به زودی سلاح هسته‌ای رو تست بکنه، همونطور که بعد از اینکه ما با کره شمالی به توافق رسیدیم اونها تست کردن یک سلاح هسته‌ای رو. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اون وقت هرگز تاریخ فراموش خواهد نخواهد کرد اون سناتورهایی که رأی مثبت دادن. اون وقت اون حرفایی که ما زدیم در اینجا در مورد اونها به یاد نمیارن که ما چی گفتیم. گفتیم آیا این مکانیزم درستی نداره، و همینطور در مورد اون تحلیل‌های پیچیده‌ای که کردیم و گفتیم که گزینه دیگری غیر از جنگ نداریم. تاریخ رأی شما رو به خاطر خواهد داشت و خواهد دید که چطور شما راه ایران رو به سمت سلاح هسته‌ای باز کردید، و بالانس قدرت رو در منطقه به هم ریختید. الان بریم سراغ خبرنگارمون هادی نیلی در واشنگتن. هادی برامون بگو که 10 دقیقه دیگه قراره چه اتفاقی بیفته در مجلس سنا. نادر، در این دقایق آینده، در این مدتی که مونده، معلوم خواهد شد که آیا نهایتاً این طرح مخالفت با توافق ایران به رأی گذاشته خواهد شد اساساً یا نه. طبق قانون کنگره 60 روز مهلت داشته و تا 17 سپتامبر مهلت تمام میشه که بگه آیا مخالفتی با توافق داره یا نه. در واقع توافق ایران الان منتظر تصویب کنگره نیست. اگر مخالفت داشته باشن باید ابلاغ بکنند، و در روزهای گذشته در همین یک هفته اخیر دیگه قطعی شد که کاخ سفید خیلی امیدواره و حساب کرده روی حمایت 42 سناتور. این 42 سناتور بیانیه دادن و گفتن که با توافق ایران مخالفت نخواهند کرد و در واقع به نوعی ازش حمایت میکنن به این معنی. و الان معلوم خواهد شد که این 42 نفر اگر مخالف این مخالفت با توافق ایران هستند، آیا میتونن کفایت مذاکرات رو هم اعلام بکنن یا نه. اگر کفایت مذاکرات در سنا اعلام نشه و نهایتا این 42 نفر بتونند جلوی اعلام کفایت رو بگیرند، ممکنه که اساسا سنا به رأی گیری در مورد توافق ایران نرسه و از مهلت 17 سپتامبر بگذره. اگر هم اساسا کفایت رو اعلام نکنن و باز هم به رأی گذاشته بشه، چنان که حداقل یکی از این 42 سناتور قبلا گفته که کفایت مذاکرات رو اعلام نخواهد کرد و میل داره که به رأی گذاشته بشه این طرح، هرچند اگر این هم بشه، باز هم 42 سناتور
با رأی در واقع با رأی ندادن به این مخالفت با توافق ایران این راه رو باز میگذارن که رئیس جمهوری آمریکا نهایتاً مخالفت کنگره رو وتو بکنه. اما این مخالفت کنگره لازمش اینه که هم سنا و هم مجلس نمایندگان بهش رأی بدن. ما الان از مجلس نمایندگان میشنویم که خود مخالفان دارن مسیر دیگری رو میرن، ساز دیگری رو کوک کردند و میگن که اساسا ما نباید به رأی بگذاریم این مخالفتمون رو، چون یک جور مشروعیت دادن به این هست، به این توافق هست. اونها الان ظرف یکی دو روز اخیر این حرف رو میزنن، بعضی از تندروهاشون به خصوص، که اساسا توافق ایران هیچ موقع به کنگره ارائه نشده که 60 روز مهلتش شروع بشه. اشارهشون به جزئیات توافق ایران با آژانس هست که اینها مدعیان که باید دولت آمریکا اون رو هم ارائه میکرد به کنگره. کاخ سفید میگه خودش هم از جزئیات توافق ایران و آژانس اطلاعی نداره، ولی توافق خوبی هست و ازش حمایت میکنه. این مخالفان در مجلس نمایندگان میگن که اساساً چون این جزئیات به ما داده نشده، این 60 روز هم شروع نشده مهلتش که بخواد طی بشه، و الان دنبال طرح جدایی هستن برای اینکه باراک اوباما موظف بشه جزئیات توافق ایران با آژانس، چیزی که خود کاخ سفید میگه اطلاع نداره، رو به کنگره بده. حالا در این یک ساعت آینده اساساً معلوم میشه که حتی در سنا هم این مخالفت به رأی گذاشته خواهد شد یا نه، و اگر به رأی گذاشته بشه نهایتاً چند نفر بهش رأی مثبت میدن، یعنی در واقع چند نفر در سنای آمریکا به توافق ایران رأی مخالف میدن. متشکرم ازت هادی. هادی نیلی در واشنگتن. کس را الان چند سالی هست که تو خودت درگیر این مذاکرات هسته‌ای بودی، الان ممکنه این شب پایانی باشه؟ ممکنه، حتما نیست اما ممکنه، اگر بتونن این کاری رو که میخوان انجام بدن و کفایت مذاکرات رو اعلام کنن و اینها. به نظر میرسه حداقل تا اونجایی که من میتونم بفهمم اینه که از رای گیری جلوگیری خواهد شد و در واقع در سنای آمریکا مسئله حل شده تلقی خواهد شد، یعنی نتونستن سناتورهای آمریکایی از به اصطلاح ردش جلوگیری بکنن، بنابراین چون سنا هم این کار کرده، در واقع کنگره در مجموع معنیش اینه که به توافق یک جوری باش کنار آمده و پیروزی بزرگی برای آقای اوباما و دولت او خواهد بود که بالاخره تونستن این توافق رو به کرسی بنشانن در آمریکا و اجراییش کنن. از اهمیت این ماجرا بگم که حتی یک اتفاق جالبی که ما امروز دیدیم افتاد اینه که رهبران کشورهای اروپایی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلو مرکل صدر اعظم آلمان، به طور مشترک نامه‌ای به کنگره نوشتن همین امروز و خواستن که از این نمایندگان کنگره از این توافق حمایت کنند. صحبتشون اینه که توافق به همه اهدافی که تعیین کرده بودیم رسیده. در همین حال باراک اوباما هم امروز از فرصت استفاده کرد با کهنه سربازان آمریکا صحبت میکرد و مسئله جنگ های گذشته رو مرتبط کرد به این توافق هسته‌ای. درسته، جالب بود که امروز عده‌ای از افسران سابق ارتش رو، کسانی که من احساس میکنم در افغانستان و عراق و اینها فعالیت میکردن، الان شاید کنار رفتن یا بازنشسته شدن، اینها از حمایت اینها از توافق هسته‌ای تشکر کرد آقای اوباما و اینها رو روانه به اصطلاح کنگره کرد که فشار بیارن و نمایندگان کنگره به این توافق رأی مثبت بدن. صحبت از این کرد که در کنگره جاهای دیگه از این حرفای بدون چیز پایه در مورد جنگ زیاد گفته میشه. میگه شماها افسران سابق میدونید وارد شدن به جنگ چقدر مهمه. شما میدونید که نمیشه همینجوری صحبت کرد که ما میتونیم بریم به جنگ، جنگو شروع کنیم فلان اینا. میگه جنگ یکی از ابزارهای قدرت آمریکاست، تنها ابزار قدرت آمریکا نیست و ما ابزارهای دیگری داریم که میتونیم استفاده کنیم. لازم نیست همون اول تا به یک مسئله میرسیم صحبت از جنگ بکنیم. این رو آقای اوباما میخواست از این افسران سابق ارتش که این رو به کنگره منتقل کنن که رد این توافق و صحبت از جنگ کار آسانی نیست، نباید این کار رو بکنن.
ابزارهای دیگری به قول او هست. و بدون شک فقط ما نیستیم که الان چشم به صحنه مجلس سنای آمریکا دوختیم، بدون شک آقای اوباما الان در کاخ سفید هم در این بعد از ظهر واشنگتن داره نگاه میکنه که ببینه که سناتورها چه میگن، چه کار میکنن، و سناتورهای دموکرات، اون 42 سناتور دموکرات و مستقلی که از توافق هسته حمایت کردند، اونها آیا از با این موافقت خواهند کرد که طرح جمهوری خواهان به رأی گذاشته نشه یا نه. اگر به رأی گذاشته بشه باز هم آقای اوباما دست بالا رو داره، چون میتونه از حق وتوش استفاده کنه، اما امید کاخ سفید این هست که از حق وتوش استفاده نکنه و طرح جمهوری خواهان در رد توافق هسته‌ای اصلا به رأی گذاشته نشه. مستر مارکی، مستر مکین، رأی‌گیری از 100 سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه ادامه داره در صحنه سنای آمریکا. امروز در مجلس نمایندگان آمریکا هم بحث و جدل زیاد بود درباره توافق هسته‌ای. هادی نیلی خبرنگار ما همچنان از واشنگتن با ماست. هادی، برامون بگو که اونجا چه اتفاقی افتاد در مجلس نمایندگان. در مجلس نمایندگان مخالفان توافق ایران، به خصوص چهره‌های تندترشون نزدیک به تی پارتی، جناح‌های تندرو حزب جمهوری‌خواه، اونها از یک طرف با نگاه به سنا که میبینن که همین الان 42 سناتور حمایت کردن از توافق و به نوعی حداقل میشه گفت وتوی رئیس جمهور آمریکا قاطع خواهد بود در این باره و میتونه مخالفت کنگره را از کار بندازه، چه برسه به این که همینطور که الان در جریان شاید اساسا به رأی گذاشته نشه. با نگاهی به اون چه که در سنا میگذره، در مجلس نمایندگان هم یال دیگر کنگره مخالفان فکر کردن که شیوه دیگری در پیش بگیرن، ساز دیگه ای کوک کردن و گفتن که اساسا رئیس جمهور آمریکا مفاد توافق ایران رو به کنگره نداده که حالا بخواد به رأی گذاشته بشه و الان رأی گذاشتن اون یه جور مشروعیت دادن به اونه. اونها اشاره دارن به توافق ایران با آژانس اتمی که کاخ سفید میگه از جزئیاتش در جریان نیست، ولی میدونه توافق خوبی هست. حالا اینها در پی این هستند، این جمهوری خواهان و منتقدان توافق ایران در پی این هستند که از یک سو باراک اوباما رو طبق یک قانون جدید موظف بکنن که مفاد توافق ایران و آژانس رو به کنگره بده، چیزی که کاخ سفید میگه نداره اساسا، از یک سوی دیگه یک سری تمهیداتی برای تحریم ها بیاندیشند و از جمله جلوی تعلیق تحریم ها توسط اوباما رو بگیرند، و از سوی دیگه همچنان یک رأی‌گیری برگزار بکنن که کسانی که موافق توافق ایران هستند رأی مثبت بدن. این سومی بیشتر حالت تبلیغاتی داره و گفته شده برای اینه که بعدا در تبلیغات انتخاباتی مرتب شعار بدن که این جمهور، این دموکرات، این عضو مجلس نمایندگان که دموکرات و رقیب ماست، نگاه کنید این به برنامه اتمی ایران رأی مثبت داده، این طور که خودشون میگن این دموکرات ها نامشون روی بمب اتمی ایران هک خواهد شد. این اقدامی هست که الان مخالفان توافق ایران در مجلس نمایندگان در پیش دارند. متشکرم ازت هادی. هادی نیلی در واشنگتن. برگردیم به صحنه سنای آمریکا که ببینیم رأی‌گیری همچنان ادامه داره و سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات الان قدری پیچیده است این آیین‌نامه‌های داخلی مجلس سنای آمریکا. برای اینکه بیشتر روشن بشیم، تماسون برقرار شده با آرش آرامش حقوقدان که با ماست. آقای آرامش، قدری به صورت ساده برای ما توضیح بدید که الان در مجلس سنای آمریکا چه اتفاقی داره میفته. مستر سکات، جالب، آیین‌نامه‌ای در مجلس سنای آمریکا هست به اسم اجازه فیلیباستر. فیلیباستر یک اجازه میدهد به حزبی که در اقلیت هست که بی بتواند از حقوق اقلیت خودش حمایت بکنه. چرا؟ منظورم از این چی است؟ در مجلس سنا 100 سناتور وجود داره. موقعی که مؤسسین این کشور و در قانون موقعی که مؤسسین این کشور خواستن حقوق اقلیت رو، نه فقط حقوق اقلیت مذهبی و با اقسام اون رو، ولی حقوق اقلیت سیاسی رو محفوظ بکنن، خیلی میخواستن مطمئن بشن که در مجلسین، چه در سنا چه در مجلس نمایندگان، قوانین به سرعت پاس و به سرعت تصویب نشن. مثلا یکی از ویژگی‌های ساختار سیاسی آمریکا این آرام و آهسته بودن تصویب قوانین هست. از اون طرف هم که همونطور می‌دونید رئیس جمهور تازه حق وتو هم داره. این فیلیباستر اجازه میداد به حزب اقلیت که حتی یک نفر از این 100 نفر پاشد
و جلوی آوردن یک طرح یا لایحه‌ای رو به سطح علنی مجلس سنا بگیرد، میتواند در مورد هر چی خواست صحبت کنه. یکی از معروفترین اینها که از این قانون فلیباستر به سطح بد استفاده شده بود 50 و چند سال پیش بود، در زمان تصویب قانون حقوق شهروندی که بعضی از نمایندگان جنوب آمریکا که مخالف برابری سیاهان و سفیدان بودند می آمدن در صحن مجلس از اسامی افراد در کتاب تلفنشون گرفته تا درس‌های آشپزی رو می خوندن. ولی راه حل این چی هست؟ شما می توانید با 61 رأی مزد بخوام جلوی این رو بگیم. میگن رأی کلوچر، CLOTUR. این کلوچر یعنی اون موقع نه فقط اکثریت حزب اکثریت حاکم، بلکه به احتمال زیاد چند نفر هم از حزب اقلیت اپوزیسیون حاضر هستن، قانع هستن که آقا این طرح یا لایحه رو بیارن روی سطح در صحنه علنی مجلس. حالا چه اتفاقی الان دارد میافتد این است. ببینید، موقعی که آقای اوباما 2 ماه پیش قبول کرد که معاهده اتمی رو با ایران به کنگره بفرسته، میدونست که اونجا رأی کافی نخواهد داشت که این رو ببره. بردن هم منظورم از این نیست که ببرد، منظورم است که اکثریت مجلسین بگوین بله آقای اوباما کار خوبی کردید، این طرح هم قابل قبول هست. ولی این رو میدونست که به احتمال خیلی زیاد میتواند وتو بکند و وتویش ملغا نخواهد شد. آنچه که خیلی از ما انتظار نداشتیم این بود که نه تنها آقای اوباما در سنا به خصوص اون 34 رأی رو بیاورد که جلوی ملغا شدن وتوی خود را بگیرد، بلکه اکنون 41 رأی هم دارد. و این 41 رأی یعنی اینکه در اون طرف مقابل فقط 59 سناتور هستن، جمهوری خواهان و دموکرات ها، که حاضرن رأی بدن به رأی کلوچر و جلوی این فلیباستر و صحبت بی حد و نصاب و وقت‌کشی رو بگیرن. ولی این رو آقای اوباما برده. به خاطر همین الان اتفاقی که دارد میافتد در سطح صحنه مجلس یک طوری هم دهنکجیست به رهبریت جمهوری خواه اکثریت در سنا. عملا هم به خاطر اینکه اتفاق افتاده است دیگه رأی‌گیری بی‌معنی است، چون موقعی که حتی یک رأی آریانه به سطح علنی نخواهد آمد، به صحنه علنی نخواهد آمد، این یک پیروزی بسیار بزرگی حساب میشه برای آقای اوباما. حالا دموکرات‌ها دارن چی کار میکنن؟ دموکرات‌ها اومدن میگن که بیاید اصلا این رأی ندادن رو بگذاریم کنار، رأی نه به این توافق جامع هستی، بگوییم که کیا حاضرن رأی آری بدهند. چرا؟ چون اونا میخوان بگوین که ما نه تنها رأی نه رو از دستور کار مجلس خارج کردیم، بلکه حالا رأی آری هم داریم و این 42 سناتوری که الان رأی آری میدن میخوان اسم خودشون رو به سمت به بابا متحدین نزدیک آقای اوباما ثبت کنن. همونطور هم که میدونید سال بعد سال انتخاباتی است، بالاخره این میتونه کمک بزرگی بهشون باشه در انتخابات. و همونطور هم که میدونید بالاخره کاخ سفید آقای اوباما فشار عجیب و غریب و کمرشکنی آورد، بسیاری از این نماینده ها و سناتورهای حزب دموکرات که یا با من رأی میدید یا اگر رأی نمیدید در انتخابات درون حزبی سال بعد انتظار داشته باشید که من با تمام وجودم از کاندیدای دیگه حزب دموکرات که علیه شما داره میراند و کمپین میکند از اون حمایت بکنم. عذر میخوام الان باید بریم به صحنه مجلس و نتیجه داره اعلام میشه و اینطور که به نظر میاد گوش کنیم به و به نظر از شماره میاد 42 نفر رأی ندادند و در نتیجه تر جمهوری خواهان به رأی گذاشته نخواهد شد. گوش کنید به صحبت ها. نظم و رعایت کنید. لطفاً نظم و رعایت کنید. لطفاً جای دیگه ای بس رو ادامه بدید. به اتفاق آرا میخواستم بگم که آیا اعتراضی وجود داره؟ منتظر هستیم تا رسما رأی اعلام بشه، اما اونطوری که الان روی صفحه تلویزیون اومد گوش کنیم به شماره 2916 آیین‌نامه شماره 2916 رو با تعداد سناتورهایی که رأی دادن بحث رو به پایان میبریم در مورد آیین‌نامه 2916 بدون هیچ گونه اعتراض. The clerk will report the cloture motion.
آیا ممکنه تعداد رو بر اساس تعداد سناتورها رأی دادن که با این رأی گیری بحث در مورد توافق که توسط 17 سناتور هم امضا شده ادامه پیدا نخواهد کرد؟ اینطور که به نظر میاد و اینطور که اتفاق افتاده، طرح جمهوری خواهان برای رد توافق هسته‌ای با یک شکست مواجه شد و یک پیروزی بزرگ برای کاخ سفید. کسرا ناجی اینجا با ماست که سالها این مذاکرات هسته‌ای رو دنبال کرد از پایتخت‌ها و شهرهای مختلف جهان و حالا اینجا در لندن نظارگر وقایع در واشنگتن هستیم و در واقع به نوعی میشه گفت یک نقطه پایانی هست و یک نقطه عطفی هست. دقیقا این به معنای اینکه توافق هسته‌ای ایران از صد کنگره آمریکا گذشته. میدونستیم که ممکن بود رأی ندن یا حداقل آقای اوباما مجبور بشه که وتو بکنه، ولی دیگه اصلا رأی گیری سنا هم گذاشته نشد و بدون رأی گیری این توافق هسته‌ای از صد کنگره آمریکا گذشت. نیازی برای وتو نیست و امروز تا اونجایی که به آمریکا مربوط میشه این توافق هسته‌ای قابل اجراست. یک نفس راحتی امروز آقای اوباما و همچنین جان کری که مسئول به اصطلاح به دست آوردن این توافق از طرف آمریکا بود و ماها هفته ها مذاکرات طولانی داشت با ایران، میتونن یک نفس راحت بکشن و حالا در واقع به نوعی چشم ها به عملکرد ایران دوخته خواهد شد. بسیاری از جمله از جمهوری خواهان اینجا مثل عقاب نگاه خواهند کرد و کوچکترین خطا، غفلت، لغزش از طرف ایران رو به عنوان برگی در دست خواهند گرفت علیه کاخ سفید. درسته، حالا توپ در زمین ایرانه و به خصوص نمایندگان مجلس ایران. صحبت از این بود که نمایندگان مجلس در ایران حق رأی دادن به این توافق داشته باشند، یا رأی بدن یا رأی مثبت بدن یا رأی منفی بدن، به هر حال بررسی بکنن و رأی گیری بشه در سطح مجلس. و قبلا هم به نظر می رسید که آقایان در تهران منتظرن اول ببینن که در آمریکا چه خواهد شد و بعد تصمیم خودشون رو بگیرن، برای اینکه نمیخواستن در شرایطی باشن که اینجوری وانمود بشه که ایران بود که مخالفت کرد یا این زیر این توافق زد. میخواستن ببینن که اول در آمریکا در کنگره این مسئله چجوری پیش رفت خواهد کرد و آیا به تصویب خواهد رسید، به مرحله اجرایی شدن خواهد رسید و بعد مجلس ایران تصمیم بگیره. حالا صحبت از اینه که آیا مجلس ایران این رو به رأی بگذاره یا فقط بررسی بکنه. میدونیم که در کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران این برنامه بررسی شده و حالا آخرین مراحلش در واقع تصویب مجلس یا حداقل اشاره مثبت مجلس به این توافق، و اگر چنین بشه به نظر میرسه که راه از هم طرف ایران و هم از طرف آمریکا برای اجرایی شدن این توافق باز خواهد بود و نکته بعد در واقع باید ببینیم که در 15 دسامبر وقتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قراره که گزارش مهمش رو بده در مورد اینکه گذشته ها حل شده، همه مسائل تا 15 دسامبر حل شده، تا اون گزارش بیاد اون در واقع شروع به اصطلاح مراحل اجرایی شدن توافق هسته ایران و شش قدرت جهانی خواهد. و هرجد یکی از بزرگترین موانع بر سر توافق هسته‌ای که کنگره آمریکا بود فعلا برداشته شده تا ببینیم بعداً چه میشه. متشکرم از کسرا ناجی خبرنگار ما و متشکریم از شما که با پوشش ویژه تلویزیون فارسی بی بی سی بودید برای بحث و جدل درباره توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا که به یک پیروزی بزرگ برای کاخ سفید منجر شد و به پایان رسید. ممنون از شما.